سلام، خیلی از کسایی که مکای اموان دارن و یا برنامه دارن مکای ام تو رو بخرن یه نگرانی و مشکل بزرگ دارن و اونم اینه که نمیتونن بیشتر از یه دونه مانیتور اکسترنال بهش وصل بکنن. برای اکثر کاربرای مشکل بزرگی نیست، ولی برای کاربرای حرفه‌ای که یه مقداری هم با محدودیت بودجه روبرو هستن و نمیتونن اموان پرو، اموان مکس و چیز شبیه این بخرن، این میتونه مشکل بزرگی بشه. پس اگه دوست دارید بدونید که چطوری میشه این مشکل رو برطرف کرد، تو ادامه این ویدیو با من باشید. مک های سری پایه که از چیپ اموان استفاده میکنن یا مک هایی که قرار اخیراً با چیپ ام تو به بازار ارائه بشه یه محدودیت کوچولو دارن و اونم اینه که بیشتر از دو تا مانیتور همزمان پشتیبانی نمیکنن. پس اگه دستگاه مکی که شما دارین از قبل خودش یه دونه مانیتور بیلتین داشته باشه، مثل آی مک یا مک بوک ایر یا مک بوک پرو، شما نمیتونید بیشتر از یه دونه مانیتور اکسترنال به دستگاه خودتون وصل بکنید. و اگه مک مینی داشته باشید حداکثر میتونید دو تا مانیتور بهش وصل بکنید. البته این محدودیت اگه بخوای منصفانه نگاه بکنیم چیز عجیب غریبی نیست. شما حتی اگه لپتاپ‌های اینتلی رو بخرید، لپتاپ‌های ویندوزی رو بخرید، معمولاً یه دونه مانیتور اکسترنال بیشتر نمیتونید بهش وصل بکنید. ولی اغلب کاربرا از اپل یه مقداری بیش از حد انتظار دارن و فکر میکنن چون برای دستگاهشون 1500-600 یورو پول پرداخت کردن، پس دستگاهشون باید یه مقدار کارهای عجیب غریب بکنه و بتونه بیشتر از یه دونه مانیتور رو پشتیبانی بکنه، بیشتر از یه مانیتور اکسترنال رو قبول بکنه. البته راه حل درست‌تر اینه که بریم یه دونه مکبوک پرو با چیپ اموان پرو یا اموان مکس یا مک استودیو با چیپ اموان مکس یا اموان آلترا تهیه بکنیم. ولی خب بعضی کاربرا هستن از جمله خود من که بودجهشون نمی‌رسه دفعه برن 4000 یورو یا 5000 یورو خرج یه دستگاه مک بکنن. پس اینجا باید بیایم از یک سری از داکستیشن های استفاده بکنیم که دیسپلی لینک سرتیفاید هستن. دیسپلی لینک در حقیقت یک بستر نرم افزاری و سخت افزاری هست که توسط شرکت سیناپتیکس به مردم ارائه میشه و شما میتونین برین داکستیشن هایی که این سرتیفیکیت رو دارن و میتونن از درایور های دیسپلی لینک پشتیبانی بکنن رو تهیه بکنید، به مکبوکتون وصل بکنید و حتی تا 5 مانیتور اکسترنال همزمان رو از همون مکبوک اموانی که بیشتر از یه دونه مانیتور اکسترنال رو ساپورت نمی‌کنه خروجی بگیرید. دستگاه‌هایی که دیسپلی لینک سرتیفاید هستن کم نیستن. مثلا این یا حتی این. ولی من می‌خوام در مورد آیسی باکس با شما صحبت بکنم. یعنی این دستگاه. چرا می‌خوام در مورد این دستگاه با شما صحبت بکنم؟ برای اینکه من تونستم همینو بخرم. قیمتش مناسب بود، باحتر پیدا می‌شد. و خیلی سریع‌تر به دستم رسید. دست کم اینجا توی آلمان، توی کشور دیگه شاید مارکای دیگه راحت‌تر پیدا بشه. فرقی نمی‌کنه که دستگاه شما چه مارکیه، آی سی باکس، ویو لینک یا دی لینک. مادامی که دستگاه شما دیسپلی لینک سرتیفایده، شما میتونید درایورهای دیسپلی لینک رو روی مک خودتون نصب بکنید و از طریق اون بیش از یک مانیتور اکسترنال رو به دستگاه خودتون وصل بکنید. پس با هم بریم پای سیستم تا بهتون نشون بدم که چطوری میتونید درایور دیسپلی لینک رو اینستال بکنید و چطور میتونید تنظیمش بکنید و ازش بیشتر از یه مانیتور خروجی بگیرید. برو ببینید. قبل از اینکه بخوایم درایور این دستگاه رو روی مکمون نصب بکنیم و با محیط نرم افزارش آشنا بشیم، من لازم دونستم که یه آشنایی کوچیکی هم با مشخصات ظاهریش داشته باشیم. این ارزون ترین دستگاهی هست که سرتیفیکیت های دیسپلی لینک رو داره و چیپ های دیسپلی لینک استفاده میکنه و شما میتونید توی بازار بخرین. دستگاه های دیگه هم هستن ولی اونا سرتیفیکیت دیسپلی لینک رو ندارن. پس حتما دقت بکنید که موقع خرید دستگاه این برچسب دیسپلی لینک سرتیفاید باشه تا یه دستگاهی مثل این رو تهیه نکنید. این دستگاه هم مدعی هستش که میتونه به شما سه تا خروجی بده، ولی چون دیسپلی لینک سرتیفاید نیست فقط با مک های اینتلی کار میکنه، نه با مک های اموان. هرچند که اینم دستگاه خوبیه ولی مناسب مک های اموان نیست. برمیگردیم سر دستگاه خودمون. این پشت دستگاه هست. از کنار اگه نگاه بکنیم یه همچین دیزاینی، یه همچین طراحی داره که به خنک شدن دستگاه خیلی کمک میکنه، به خاطر اینکه این دستگاه داخل خودش پردازنده داره یه مقداری داغ میشه، پس این طراحی واسش لازمه. پشت دستگاه ما یه دونه پورت VGA داریم که نمیدونم توی روزای مدرن به درد چه کسایی میخوره، اونم کار برای مک، ولی به هر حال هست. دو تا خروجی HDMI داریم، یکیش 2K هست، یکیش 4K هست تا 60 هرتز میتونه پشتیبانی بکنه.
دو تا پورت USB 2 داریم که حداکثر بهتون میتونه 480 مگابیت بده. این پورت USB-C در حقیقت پورت هوست هست، یعنی وصل میشه به مکتون. یه دونه پورت لن گیگابیت داریم و سوکت منبع تغذیه دستگاه که یه آداپتور 20 ولتی میخواد که توی بسته بندیش هست. من چون اینو از قبل باز کردم متاسفانه فیلم آنباکسش رو ندارم و فکر نمی‌کنم جذابیتی واسه کسی داشته باشه. قسمت جلوی دستگاه ما دو تا کارت ریدر استی کارت داریم واسه استی کارت معمولی، تی اف کارت و میکرو استی کارت. یه دونه دیگه پورت یو اس بی 2 داریم و سه تا پورت یو اس بی 3 که کارخونه تولید کننده گفته اینا تا 5 گیگابیت بر ثانیه رو پشتیبانی میکنن. از اونجایی که این محصول آلمانی هست و یه کارخونه آلمانی تولیدش کرده، میشه به اطلاعاتی که در رابطه با این پورت داده اعتماد کرد. یه دونه پورت تایپ سی همین جلو داریم که باز یو اس بی 3 هست، یعنی گول قیافشو نخورید، اینم حداکثر 5 گیگابیت بیشتر بهتون نمیده. یه دونه پورت برای جک 3.5 میلیمتری داریم که میتونید هدست بهش وصل بکنید، هم میکروفون هم هدست و هم هدفون، هر کدومش که بخواید میتونید استفاده بکنید. این کوچولو هم چراغ دستگاهی که به شما نشون میده دستگاه روشنه، خاموشه یا هر چیزی. شماره سریال دستگاه، چیزهای مربوط به استانداردش، مشخصات مربوط به استاندارد بودنش و اینم روشه که لوگوی دستگاه است. من الان از این دستگاه حدود فکر میکنم یک سالی هست که دارم استفاده میکنم و به شدت دستگاه خوب، پایدار و مناسبیه. فقط یه مشکلی که ممکنه با این دستگاه شما برخورد بکنید اینه که این دستگاه با مکبوک های M1، حالا چه پرو چه ایر و احتمالاً با M2 هنوز من امتحان نکردم، ولی احتمالاً با اونها این مشکل رو شما رو همه این دستگاه خواهید داشت. و این به خاطر اینه که اساساً این دستگاه ها برای این طراحی نشدن که دو تا سه تا چهار تا مانیتور اکسترنال رو پشتیبانی بکنن، یعنی حد اکثر یک مانیتور اکسترنال رو میتونن پشتیبانی بکنن. برای همین وقت شما از این دستگاه استفاده میکنید، اگر مکبوکتون رم کمتر از 16 گیگ داشته باشه، مثلا نسخه 8 گیگابایتی داشته باشین، احتمالاً با مشکل اوورفلو شدن رمتون برخورد میکنید و خیلی جا رم کم میارید. برای مکایی که چیپ های M1 پرو یا M1 مکس دارن، مثلا مکبوک 14 اینچی یا مکبوک 16 اینچی یا مک استودیو که چیپ های M1 مکس یا M1 اولترا داره، پیشنهاد نمیکنم از این دستگاه استفاده بکنید، چون اونا به صورت نیتیو خودشون، اگه مک استودیو داشته باشین تا 5 تا مانیتور و اگه مکبوک داشته باشین، مکبوک پرو M1 مکس داشته باشین تا 4 تا مانیتور اکسترنال و اون یکی مکبوک هم فکر میکنم تا 3 تا یا 4 تا مانیتور اکسترنال پشتیبانی میکنه. و اگر بیشتر از این تعداد واقعا مانیتور لازم دارید، یا برید مک استودیو M1 اولترا بگیرید که اگر هم به یه همچین دستگاهی وصلش کردید و خواستید ازش بیشتر از 5 تا مانیتوری که پشتیبانی میکنه خروجی بگیرید، رم کم نیارید. خب الان ما داکینگ استیشنمون رو وصل کردیم به مک از طریق کابل USB-C که داخل خود جعبه دستگاه بود و میخوایم درایور دیسپلی لینک رو اینستال بکنیم. فرقی نمیکنه شما چه مارکی داشته باشین یا از چه شرکتی بخرین، همین که دستگاهتون دیسپلی لینک سرتیفاید باشه، شما میتونید از این درایور استفاده کنید و بقیه مراحل یک به یک مثل همینه. برای اینکه این درایور رو نصب کنیم، طبیعتاً اول باید دانلودش بکنیم. من لینکش رو توی دسکریپشن میذارم، شما میتونید از اونجا برید و اینو دانلود بکنید. اینجا این لینک دانلود هست. همونطور که میبینید برای ویندوز، برای مک، برای اندروید، برای کروم او اس و برای اوبونتو که اخیراً اضافه شده، شما میتونید درایور این داکینگ استیشن رو دانلود بکنید. معنیش اینه که شما میتونید روی ویندوز هم از داکینگ استیشنی که دارید استفاده بکنید. حتما اینطوری نیست که اگه مثل من مک و ویندوز رو با هم استفاده میکنید، این دستگاه با هر دوتا سیستمتون به دردتون میخوره. من اینجا مک رو انتخاب میکنم. اگه شما ویندوز دارید میتونید ویندوز رو انتخاب بکنید و بعد روی دانلود کلیک میکنم. برای من ترمز آف یوزش رو میاره، من قبول میکنم و همونطور که میبینی دانلود شد، اومد اینجا. دیگه با سافاری کار نداریم، میریم توی فولدر دانلود هامون اینجاست و اینو اجراش میکنیم. میگیم کانتینیو، دوباره ترمز آف یوز اکسپت میکنیم و بعد اینستال. طبیعتا از همون
طبق معمول پسورد میخواد، پسورد دستگاهمون رو میدیم و روی اینستال کلیک میکنیم. بعد از اینکه نصب شد یه همچین اتفاق میفته و الان کاملا مشخصه که رزولوشن من عوض شد به خاطر اینکه الان یه مانیتور جدیدتر اضافه شد. برای اینکه بتونم این مشکل رو حل بکنم وارد دیسپلی میشم، اینجا دیسپلی ستینگ رو میزنم و میگم که این اپتیمایز بشه برای میت ویو. اینطوری یه مقدار تصویری که میگیرم بهتره. بعد از اینکه کارمون تمام بشه ازم میپرسه که میخوای پاکش بکنم، میگم بله، اینستالر رو پاک بکن. خب ما الان درایور رو نصب کردیم. اگه توی پرفرنسز بریم و توی دیسپلی بریم میبینیم که مانیتور میت ویو ما هم هست در کنار نیتیو این نینجامون که از اول بود و به صورت نیتیو وصله. این یکی از طریق درایور دیسپلی لینک وصله که میتونیم هر تنظیمی رو میخوایم مثل یه مانیتور معمولی بهش بدیم. دستگاهی که من دارم سه تا مانیتور رو پشتیبانی میکنه، پس من میتونم بهش سه تا مانیتور دو تا دیگه مانیتور وصل بکنم به جز این یه دونه و اونا هم این مانیتور معمولی اینجا نمایش داده میشن. حالا بریم محیط درایور رو هم براتون توضیح بدم و ویدیو رو تمومش کنیم. بعد از اینکه درایور رو نصب میکنید و اجراش میکنید یه آیکون کوچیک این بالا میاد، اگه روش کلیک بکنید محیط درایور باز میشه. خیلی چیزای پیچیده ای نداره، هر چند تا دیسپلی داشته باشید اینجا لیست میشه، من یه دونه بیشتر ندارم و این گزینه ها رو بهمون میده. لاگین اسکرین اکستنشن استاتوس یه گزینه که شما اگر اینو داشته باشید میتونید توی لاگین اسکرین هم به مانیتور اکسترنالتون دست، یعنی حتما نباید در مک بوکتون رو باز بکنید تا رمز رو بزنید حالا یا هر چیزی، همینجوری که درش بسته است میتونید همیشه با مانیتور اکسترنالتون کار بکنید، یعنی عملا دستگاهتون رو میتونید این لیدش رو ببندید بذارید کنار. لانچ اتوماتیکالی افتر لاگین که مشخصه واسه زمانیه که شما دستگاه رو روشن میکنید این درایور خود به خود باز بشه. یوز اپل واچ تو آنلوک آن لاگین اسکرین، این هم برای زمانی یکی از قابلیت هایی که خود مک او اس در اختیارتون میذاره واسه اینه که بتونید قفل دستگاهتون رو با اپل واچتون باز بکنید اگر اپل واچ دارید. این یکی که الان تو حالت بتا هست و در حقیقت نسخه آزمایشیه یه اپ کوچولو به اسم فلاکس، یعنی یه پلایر گفت در حقیقت میشه گفت یه پلاگینه که با این درایور هست و در طول شب یک مقدار رنگ ها رو گرم تر میکنه تا چشم کمتر اذیت بشه. من هیچ وقت از این رنگ خوشم نمیاد و استفاده نمی کنم. و این آخری هم به ما این اجازه رو میده که وقتی در دستگاه رو میبندیم دستگاه بتونه وارد اسلیپ بشه، چون اگه اینو روشن نکنیم و در دستگاه ببینیم دستگاه یه ذره اصلا هیچ وارد اسلیپ نمیشه به خاطر این درایور جلوشو میگیره. این به دستگاه یاد میده که وقتی درش بسته است من میذارم اونجا اسلیپ بشه بتونه وارد اسلیپ مود شه. دیسپلیمون هم که این پایینه میتونیم از طریق این چک باکس جلو خاموش روشنش کنیم و از طریق این کادر میتونیم تصویر رو بچرخونیم، درست مثل همون چیزی که توی ویندوز داریم. اگه مانیتورتون رو ایستاده گذاشتید میتونید 90 درجه 180 درجه 270 درجه بچرخونیدش. با این دکمه هم درایور کلا خارج میشه و در نتیجه شما تصویر مانیتورتون رو دست میدین و فقط میتونید از مانیتور مکبوکتون استفاده بکنید. گزینه ساپورت و فیدبک هم در حقیقت شما رو راهنمایی میکنه به صفحه های فارومی که واسه این درایور هست. اگه راهنمایی کمکی از تیم توسعه دهنده یا کاربری دیگه لازم دارید میتونید از این قسمت استفاده بکنید و فیدبک هم میتونید اگه نظری دارید، پیشنهادی دارید، چیزی دارید که یا فیچری میخواید که اضافه بشه درخواست بدین تا اونو براتون اضافه بکنن. یکی از فیچرهایی که مثلا از طریق درخواستای کاربر اضافه شد همین قسمت است. تا نسخه اگه اشتباه نکنم 1.6 به قبل اینو نداشتیم ما، این تازه اضافه شده. خب ویدیو چطور بود؟ امیدوارم که راضی بوده باشید. اگر راضی بودید منو مهمون لایک و کامنت و سابسکرایب های خوشگل خودتون بکنید. تا ویدیو بعدی خداحافظ.